قدامت تاریخی زیبا 1800 سال پیش است، 1800 سال قدامت تاریخی داره و مربوط به دوره کوشانی است. استوپی تودره در نوع خود در سطح منطقه و در سطح کشورهای منطقه بزرگترین استوپ است. هنوز هم آثار زیادی است، آثار تاریخی، دیوارها، رواقها، دیوارهای مختلف، صفحه ها هنوز هم زیر خاک، زیر آوار مانده باشند. حتی ما مشاهده میکنیم در دامنای کو، در کمر کو، در پایین دره که از این پایین تر قرار داره، حتی او قسمت ها چشمه است که در دیوار چشمه مطابق به شبیه دیواری که در شما در صفه میبینید، در اوقا میبینید، مطابق به نیمی شبیه زمین مو پایین دره چیز است مشاهده میشه. این معلوم میشه که این کمپلکس خیلی بزرگ است و نوز هم ساختمان های زیادی در اطراف ازی وجود داره. اتاق های امو آموزش مذهبشان بوده، مکانهایی که بتان است بوده، اوجا بوده. به این خاطر مورد بازسازی قرار گرفت، مورد مرمتکاری قرار گرفت که در نوع خود خیلی جذاب است. برنامه که در کشور تایلند برگزار شد، از 6 کشور 13 پروژه اوجا مورد بحث قرار گرفت که به خاطر نوعیت مرمتکاری و ظرافتکاری هایی که در این پروژه به کار رفته بود، اوجا مورد بحث قرار گرفت که استوپی ولایت پروان با اساس اونمو ظرافتکاری ها و اونمو مرمتکاری هایی که مطابق به استانداردهای بین المللی آبدات تاریخی اوجا انجام گرفته بود، در این حفظ شده و مو لحاظ این جایزه شایسته لیاقت، جایزه شایستگی و لیاقت از آن خود نامود و به درجه سیم قرار گرفت. یک دستاورد بزرگ بر مردم پروان، در مجموع بر مردم افغانستان است و این مسیر باز میکنه که ما و وزارت اطلاعات فرهنگ در مجموع همه فرهنگیان ولایت پروان تلاش بکنیم تا ایره شامل ثبت میراث های فرهنگی یونسکو بسازیم که یک دستاورد خیلی بزرگ در عرصه حفظ آبدات تاریخی در سطح منطقه می باشد. دیگر آثار باستانی که در ولایت است مثل کافر قلعه یا مثلا آثار تاریخی از قصر جبسراج در پالیو از این میتونن که از این بازدید به عمل برن، بنان ارزشمندی از این از لحاظ هویت تاریخی و از لحاظ حتی اقتصادی که بتونن درآمدی دیگه داشته باشن و از لحاظ اجتماعی و از لحاظ تاریخی میتونن که به افغانستان یک هویت خوبی ببخشه و به مردم افغانستان از لحاظ فرهنگی و تاریخی و باستانی معرفی بکنه. فکر میکنم که ارزشمندی دیگه است که اهمیت داره که شاید یونسکو وقتی که مثلا شامل بسازه در جمله آثارش، شاید کدام مثلا امتیازاتی قائل شوند در بخش مرمتکاری و تعلیم دیگه آثار باستانی در افغانستان، دیگه آثار تاریخی در افغانستان و میتونه از جایگاه خاصی جا برخوردار باشه که در جهان در سطح بلندتری این معرفی شود. Thank you.
محافظین ایجا هستیم، هست مردم های نظامی میه، ملکی میه، کسای هست که به بندباری میکنه، ما باشیم نباشیم یا یک ذره دور باشیم هست، دفتا مبرند خرابی میکنن، مزاحمت میکنن بر ما. حتی نظامی که پیش از یک ماه پیش بسیار بر ما مزاحم بودن، باز یک ماه تو برشان روان کردیم. یک تو مشکلات هستن دیگه، بعض به بندباری ها میباشه ایجا. کلاهی از این توپه طلایی رنگ داشت و این یک تششوات عجیب و غریب بسیار مقبولی داشت که کنشکا بعد از بیدار شدن به طرف از این عبادت بکت از بگرام و این عظمت و بزرگی از این به این حد است که امپراتوری که از آسیای میانه تا به هندوستان امروزه و قسمت‌های هند امروز، نیپال و منطقه جز قلمروش بود، اطور یک آدم، اطور یک امپراتور، این عبادتگاهش بود. برای ولایت پروان از نگاه توریسم جایگاه خاص خود داره، از اهمیت خاص برخوردار است. برای محققین و کسایی که تحقیق میکنند در مورد امپراتوری کوشانی ها و در مورد گذشته تاریخ افغانستان، تاریخ قبل از اسلام افغانستان، ای از جایگاه خاصی برخوردار است. یک قسمت بیشتر تلاش بگیره و ای بتونه که عضویت از این سازمان به دست بیاره، این میتونه که تاثیرات مثبت در قسمت گردشگری و حفظ آبداد و ارزش‌های تاریخی افغانستان داشته باشه، بخصوص برای مردم پروان خیلی اهمیت داره که ما میتونیم از این آدرس و ای در محراق توجه جهانی قرار میگیره و مردم وقتی که در میراق قرار گرفت بدون شک میتونه که ما از لحاظ عاید اقتصادی، از لحاظ اهمیت اقتصادی و فرهنگی خیلی مهم و ارزشمند برای مردم، برای افغانستان در قسمت شهرت جهانیش داشته باشه.